شیر بیشه وکالت جناب آقای سیفزاده هست، اگرچه یه شیر دیگه همون آقای سلطانی در زندان هست. آرزو میکنیم این شیرمونم از قفس آزاد بشه. عرض ادب دارم خدمت همکار محترم جناب موقعی که آقای سیف خاطرش نیومد نامش رو زمان بیاره، اشارتی کردش. دوستان عزیز، من بعد از فایل صوتی آقای منتظری که منتشر شد فضای جامعه رو که رصد کردم، امروز به درد مشترک آقای سیفزاده همکار ارجمندم استاد بزرگم بهتر واقف شدن. خیلی کوتاه میخوام اشاره بکنم اونچه که در کشتار 67 اتفاق افتاد، اون کشتاری که در سال 60 اتفاق افتاد بنای بیقانونی بود. امروز من به عنوان یک وکیل، به عنوان یک کسی که قانون اساسی مملکت رو میشناسه، مدعی این هستم که اگر مجاهدین یا هر کس، شبها هر اون که عضو گروه هایی بود که باید محاکمه می شد و در زندان بود، اگر قرار بود به خاطر جرم جدیدی محاکمه بشود، ما در آن زمان قانون داشتیم، قانون اساسی داشتیم. ما باید طبق قوانین دادرسی موجود اون زمان اون عمل می کردیم. تمام فرافکنی مسئولین در این روزهای اخیر همش به خاطر این خودشون بهتر از ما واقفن، غیر قانونی عمل کردن. و همین سنگ بنا را که گذاشت؟ من پرسش دارم که آیا آقای امام خمینی امام قانون بود یا امام بیقانونی؟ ما مسئولیم. بعد از چند از این انقلاب چندین هزار نفر کشته، ما امروز بدون رو در بایستی باید صحبت کنیم. ما در مورد قانون خود جمهوری اسلامی آیا نمیتوانیم سوال کنیم که شما به قوانین خودتون احترام بگذارید، به قوانین خودتون، به میثاق قانون اساسی که با مردم بستید؟ دقیقا همین سنگ بنای بدی را که ما گذاشتیم در قطعه‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد. کسی پاسخگو نبود، چون ابتدای پرونده های قطعه‌های زنجیره‌ای به صراحت صحبت از محدور و دم می کردن. یعنی اینی که فتاوای مجتهدینی هست که این آقایون محدور دم رو باید کشته شوند، یعنی دقیقا همون روشی که در سال 67 وجود داشت. این روش ادامه داشت در کوی دانشگاه، در قتل قد کشتار 88، در این قتلای اخیر که برادران کردمون رو کشتن، که بعضی ها میگفتن روال قانونی تعیین نشده. ما پرسش ساده ای داریم، آیا شما به قانون خودتون که مصوب کردید پایبند نیستید؟ آیا من به عنوان یه وکیل نمیتوانم از شما بخواهم که به قانون خودت عمل بکنی؟ من آرزو میکنم از این فضای وحشت و خونبار، از این ذهنیت منفی بتونیم یک روزی با قانون گرایی. من یک اعتراض خاص هم به برادران اصلاح طلب دارم، بسیار ناراحتم از ایشون. شما ببینید کسایی که رئیسشون، فرماندهشون، آقای خاتمیشون فریاد قانونمندی و قانونگرایی میداد، چه شد که در مورد این فایل صوتی همه سکوت کردن؟ و اگر نبود آقای تاجداده که حداقل یک عذرخواهی کرد، گرچه تمام حق رو نگفت، اما بنازم به شرف او که حداقل یک عذرخواهی کرد، پذیرم اشتباهی شده. آقا ما نمیخواهیم در هیچ دهه‌ای در جا بزنیم. اشتباه نشده، جنایت شده. ما میخواهیم از بگذریم، از تمام دهه‌ها میخواهیم بگذریم. راه گذشت فقط پذیرش مسئولیت و به چه راهی داشت به این تعامل برسید و از اون فضا رد شد. با دو بیت کوتاه تمام میکنم کلام رو. ای که پاسخت به هر پرسش مشت آهنین بیداد است، ای آن که پاسخت به هر پرسش مشت آهنین بیداد است، به هوش باش و به گوش، لبهای خونین سکوت آبستن صد فریاد است.